سلام و درود دیگری دارم بر همه هموطنانم در ایران و در همه جای دنیا در برنامه از تلویزیون ایران فردا با امروز و فردای ایران. این برنامه که مصادف هست با تولد حضرت مسیح که من تبریک میگم، شاد باش میگم به همه هموطنانم هم از مسیحی و مسلمان و غیره، به هر حال آخرین برنامه سال 2015 میلادی است. من در برنامه امروز وقتی به تولد مسیح نگاه می‌کردم، برمی‌گشتم به یک عدالتی که در مسیحیت وجود داره و به هر حال شعار مسیح بوده. وقتی که این رو به جامعه خودمون برمیگردونم، میبینم که من هفته پیش در رابطه زندان چرا به این شکل در ایران معنی دار شده؟ چرا هر کسی نگرانی افراد خانوادهش که زندانی هستند؟ چرا تعداد زندانی نسبت به قبل از انقلاب به گفته سازمان‌های رسمی 25 برابر شده؟ و حالا زندان‌های غیر رسمی رو کاری ندارم. یکی از دلایلش بدون تردید بحث قانونمندی جامعه است. وقتی بحث قانون رو در جامعه مطرح می‌کنیم، معنی قانون چیه؟ امنیت اجتماعی معنیش چیه؟ عدالت اجتماعی معنیش چیه؟ حقوق برابر برای همه افراد. خب حالا برمیگردیم به این 36-7 سال گذشته. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 20مش بحث دسترسی و حقوق برابر برای همه است. منتها اون آخرش مثل همه دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شده با موازین اسلامی. درسته همه میتونن که مراجعه بکنن به قانون، به قوه قضاییه، ولی الزاماً یک نتیجه میگیرن. این بحث به نظر من جدی تریه. خبری رو خوندم که در چند روز گذشته در شهر ساری یک نفر 6 تا نارنج دزدیده. بلافاصله دادگاه تشکیل شده، اون رو به 20 ضربه شلاق و 1 سال زندان محکوم کردن برای 6 تا دونه نارنج. درسته که دزدی است، ولی این همون جاییه که در مقابل قانون ما باید ببینیم که آیا حقوق افراد برابر هست یا برابر نیست. اون کسانی که اختلاس‌های میلیاردی می‌کنند در طی این سال‌های حکومت جمهوری اسلامی یا به محاکمه کشیده نمی‌شن یا نمایش محاکمه‌ها به شکلی است که پس از سال‌ها مردم از اون جوش و خروش می‌افتن که اصلاً چه اتفاقی وجود داشته، چه چیزی بوده و چه چیزی نبوده. اگر برگردیم به همین مسئله که ما کجا قرار گرفتیم در این 36-7 سال گذشته، چه کردیم؟ ما 100 سال پیش به دنبال عدالتخانه بودیم، به دنبال به وجود آمدن دادگستری بودیم. 100 و اندی سال بعد که امروز هست، ما میبینیم که همچنان به دنبال عدالتخانه باید باشیم، به دنبال دادگستری باید باشیم. اون دوره زندگی قبیله‌ای بود، امروز دوره شهرنشینی است، امروز دوره اینترنته، امروز دوره آگاهی هاست. امروز 1000 برابر وضع دادگستری بدتر از اون روز زندگی قبیله‌ای است. خب این عدالتخانه پس چه شد؟ حالا برمیگردیم به این که ما 36-7 سال پیش که در انقلاب شرکت کردیم، به دنبال شعارهای جمهوری اسلامی بودیم. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال چی بود؟
یکیش بحث استقلال حکومتی بود، گفتیم که شاه وابسته به امریکاست. شاه وابسته به امریکا بود، شکی نیست. ولی امروز ما دور تا دور کشورمون همسایه با امریکا هستیم. امروز نفس نمیتونیم بکشیم برای اینکه امریکا حضور داره. حالا هی شعار بدیم در این زمینه. آزادیمون چه شد؟ همینی که میبینید این زندانها آزادی ماست. این آزادی امروز معنی داره. امروز این مفهوم رو به ذهن متبادر میکنه که هر خانواده ای رو که شما نگاه بکنید به شکلی یک نفرش رو یا از دست داده یا به نوعی دچار یک مشکل اساسی شده. در جنگ 8 ساله با عراق که همچنان ادامه داره برای صدور تروریسم در جامعه ما، ببینیم که نزدیک به 700-800 هزار نفر بچه های کوچیک بین 15 سال کمتر 12 سال تا 29 سال تو این مملکت ما از بین، تو جامعه ما از بین رفتن. اینهایی که از بین رفتن به هر حال بچه های ایران بودن. اینهایی که ادامهش تا به الان به 1 میلیون نفر میرسه همه بچه های امروزن، بچه های آینده ساز فردا هستن. یه تعدادی از هموطنان ما هم معلول شدن. این معلولین به چه سرنوشتی دچار شدن؟ خبری رو میخوندم که در ایلام یکی از این معلولین یکی از مسئولین بنیاد شهید رو کشته. چرا؟ چرا کشته؟ برای اینکه معلول به هر حال برای این مملکت، حالا من کاری ندارم اونهایی که به خاطر اسلام رفتن که تعدادشون زیاد نبود، ولی بچه های این مملکت به خاطر این مملکت رفتن. معلول یه حقوقی رو داره، یه حقی رو تو جامعه داره. اینها به کجا رسید؟ ببینید تو جوامع غربی برای یک نفر که جونش از دست میده به خاطر جنگ برای مملکتش چه امتیازاتی رو به وجود میارن. حالا برای معلولین ما چه میکنن؟ تو یکی از این مصاحبه ها یکی از معلولین با من تماس گرفته بود و میگفتش که ما رو فقط برای نمایش به این طرف و اون طرف میبرن. خب بعدش چی؟ بعدش این شعارهای پرتمطراق همچنان ادامه داره. بی اخلاقی جایگزین همه چیز شده تو جامعه ما. هیچ چیزی وجود نداره که یک پرنسیپ رو بتونه جایگزین بکنه. این بحث قانون شکنی بس همینجا به وجود میاد. بحثی که به هر حال مردم این تبعیض رو میبینن و میخوان که به نوعی وجودی داشته باشن. این وجود باعث میشه که اعتراضی رو بکنن. اون اعتراض باعث میشه که حکومت تحمل نداشته باشه و سرکوب بخواد بکنه و تصور بر این میکنه که با سرکوب به همه جا میرسه. بزرگترین دستاورد حکومت چه بوده؟ امروز نگاه بکنیم، همین امروز ما مواجه هستیم با مسئله هسته‌ای توی ایران. با تمام هزینه هایی که شد ما یک دوره تاریخی رو در این زمینه تجربه داریم. دوره ملی شدن صنعت نفت در ایران با وجود دکتر مصدق. دکتر مصدق چه کرد؟ دکتر مصدق تنها نفت رو ملی نکرد، نفت رو هم ملی کرد، ولی بزرگتر از نفت رو برای ما به ارمغان آورد. اون چیزی رو که برای ما به ارمغان آورد هویت ما بود، شناخته شدن این که ایرانی معنی داره و وجود داره در مقابل استعمار انگلیس. ما اون لحظه ای که بهمون گفتن که نفت ملی شده سرمون بلند شد، احساس کردیم که دیگه قادر هستیم که خودمون باشیم، دیگه یک استبداد آنچنانی بالا سرمون نیست. هسته‌ای چه کرد؟ هسته‌ای ما رو دو زانو در مقابل جمهور در ایالات متحده و ابرقدرت‌ها به زانو انداخت. ما تعظیم کنان با زانو به جلوی اونها رفتیم، هر آنچه خواستند کردیم، بدون اینکه به این نتیجه برسیم که به هر حال یک دوره طولانی ما مردم رو آماده این کرده بودیم که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.
هزینه هایی که برای این کار شده بود ما رو به کجا رسوند؟ خب امروز چی؟ امروز میگن که اورانیوم غنی شده رو به روسیه فرستادن. جمهوری اسلامی میگه نه نفرستادن. روسیه میگه چرا فرستادن؟ آقای جان کری میگه این بزرگترین دستاورد امریکا بود که همه اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو تونستیم از چنگش بیرون بیاریم و بفرستیم یه جای امن. سانتریفیوژها بسته شد. جمهوری اسلامی میگه نه اصلا چنین چیزی وجود نداره. هم چیزی اتفاقی نیفتاد. حالا ما در انتظار چه هستیم؟ در انتظار رفع شدن تحریم ها هستیم. تحریم ها چه میکنه با ما؟ ببینید برگردیم به 36-7 سال گذشته، ما جمعیتمون دو برابر شده، دلارمون 580 برابر شده. جمعیتمون دو برابر شده، دلارمون 580 دلار برابر شده. اصلا چجوری فکر میتونیم بکنیم که ما قادر هستیم این رو هضمش بکنیم؟ 580 برابر شده. خب حالا بعد از این تحریم ها از بین رفت چه خواهد شد؟ شما فکر میکنید که دلار ارزون میشه؟ دلار در عرض همین دو سال حکومت تدبیر و امید آقای روحانی حدود 1000 تومان بالاتر رفته. 1000 تومان حدوداً بالاتر رفته. بعد از تحریم ها چه میشه؟ ببینید که گزارش بانک مرکزی چی میگه؟ گزارش بانک مرکزی دقیقاً رو همین مسئله تاکید داره. به عنوان ورشکستگی اقتصادی، به دنبال از بین رفتن صنعت و تولید. تازه این گزارش بانک مرکزی خود حکومت جمهوری اسلامی است. این رو اپوزیسیون نمیگه، این رو ضد انقلاب نمیگه، این رو مخالفین نمیگن، این رو خود جمهوری اسلامی میگه. میگه پرتگاه اقتصادی. خب چه اتفاقی میفته بعدش؟ فکر میکنید که آیا دلار ارزون میشه؟ من اقتصاددان نیستم، ولی وقتی که تمام انگیز ها رو بغل همدیگه میگذارم میبینم که باز دلار گرونتر خواهد شد. نفت ارزونتر شده، ولی همچنان از زمان انقلاب فروشش بیشتره. قیمت یک بشکه نفت بیشتره. فکر میکنید که کاری میشه انجام داد؟ درسته، من میفهمم که به هر حال در تولد مسیح جناب آقای آیت الله خامنه ای به دیدار یک خانواده مسیحی آلفرد و آلبرت رفتن. ولی یه چیزی رو تعجب میکنم که چطوریه که آقای احمدی نژاد فقط به دیدار همین خانواده رفته؟ آیا فقط در ایران همین خانواده مسیحی هست یا یک خانواده مسیحی نمایشی هست که بزرگان برای نمایش به اونجا میرن؟ امروز در انتظار انتخابات هستیم، همونطور که در انتظار رفراندوم جمهوری اسلامی بودیم، همونطوری که در انتظار اولین انتخابات ریاست جمهوری بودیم، اولین انتخابات مجلس خبرگان بودیم، اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی بودیم. 36-7 ساله که ما همچنان در انتظار این انتخابات ها هستیم. انتخابات ها چه میگن؟ با ما چه میکنند؟ فکر میکنید که باز به وعده های دلخوش کننده میشه اطمینان داشت؟ من باور ندارم. شما هم فکر بکنید. هممون با هم دیگه فکر بکنیم. آیا قادر هستیم که به نوعی این فکر کردن رو به عمل و به نبودن تمامیت، کلیت و موجودیت جمهوری اسلامی برسونیم؟ من مطمئنم که این چیزی امکان داره. تا هفته بعد سپاسگزارم.